محمود احمدی، فعال کارگری از تورنتو و از طریق اسکایپ همراه ما هستن. خوش آمدین آقای احمدی. گفته میشه که ادامه دار شدن اعتراضات به شکل فعلی میتونه به قدرت جنبش‌های صنفی اضافه کنه و همزمان هم این نگرانی رو به وجود بیاره که جامعه حساسیت خودش رو به اون از دست بده. تحلیل شما در این مورد چی هستش؟ با سلام به شما و با سلام به بینندگان عزیز برنامه‌تون. مسئله صرفاً بر سر طولانی شدن اعتراضات نیست، مسئله بر سر گسترش اعتراضات هست در سطح جامعه ایران. وقتی همین الان نگاه می‌کنیم، ما با اعتراضات وسیع بازنشستگان روبرو هستیم، با اعتراضات وسیع کارگری روبرو هستیم، با اعتراضات معلمان، علی‌رغم اینکه خود شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان اعلام کرده در عرض دو ماه گذشته بیش از 230 تا معلم رو یا روبودن یا اینا رو زندانی کردن، بازداشت کردن. ما با اعتراضات معلمان روبرو هستیم و همین الانش یک شنبه اعتراضات بازنشستگان بوده، شنبه اعتراضات بازنشستگان شرکت واحد اتوبوسرانی بوده، ما با شورای اعتراضات کارگری پیمانی نفت روبرو هستیم که دامنه اعتراضات به 18 تا شرکت پتروشیمی در سطح جامعه ایران کشیده شده. بنابراین به طور خلاصه جامعه ایران با طوفان هر روزه اعتراضات روبرو است. این اون وقت از این مسئله دو تا نتیجه میشه گرفت. یکی این که رژیم فرسوده شده. وقتی اعتراضات وسیع و گسترده است، طبیعیه که رژیم فرسوده است و قدرت سرکوبش کند شده، دیگه تیغش نمیبره و از طرف دیگه باعث انزجار و نفرت همه مردم نسبت به رژیم خواهد. آقای احمدی، به نظر شما چرا هیچ نهاد و سازمانی در واقع در به بازنشستگان تامین اجتماعی جواب نمیده، هیچ پاسخی داده نمیشه و اعتراضات همینطور ادامه داره؟ ببینیم، باید توجه بکنیم که دولت رئیسی با یک پلتفرم معینی اومد رو کار، با پلتفرم سرکوب وسیع جنبش‌های اعتراضی، چون میدونستن که مرگ رژیم جمهوری اسلامی نزدیکه. رژیم میدونه هر درجه عقب نشینی نسبت به هر اعتراضی، به خصوص در ارتباط با اعتراض بازنشستگان که یکی از قوی‌ترین جنبش‌های درون جامعه ایران است، به همونجا منجر نمیشه. عقب نشینی‌های وسیع‌تری رو به دنبال خودش خواهد داشت. عقب نشینی در ارتباط با جنبش بازنشستگان یعنی عقب نشینی در ارتباط با جنبش کارگری، یعنی عقب نشینی در ارتباط با جنبش معلمان و یعنی عقب نشینی در ارتباط با اعتراضات توده‌ای. توجه بکنیم که همین الان جنبش بازنشستگان مجبور کرده دولت رئیسی رو که وزیر کارش رو مستعفی بکنه. عبدالمالکی رفت پی کارش. شما الان توی گزارشاتتون نشون دادین وقتی که بازنشستگان توی اعتراضاتشون شعارهاشون معطوف به دولت رئیسیه، معطوف به مسئله فقر و گرانی، معطوف به مسئله وضعیتی که توی جامعه ایران هست، معطوف به این مسئله است. وقتی که اونا میگن درمان رایگان میخوایم، تحصیل رایگان باید تو جامعه باشه، داشتن حق مسکن، حق تشکل، و یه بازنشسته که تمام عمرش کار کرده، زندگیشو برای این جامعه گذاشته، ببینیم چجوری بهش برخورد میکنن. تو این وضعیتی که اینقدر تو جامعه بده، گرونی که بازم شما تو برنامه‌تون نشون دادین، تو این درجه گرما میان تو خیابون، تو عوض برای بیش از دو هفته هر روز تو خیابونن و میگن رژیم برو پیکارش، و رژیم میدونه کوچکترین عقب نشینی در مقابل جنبش بازنشستگان یعنی باطلاق سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی و رها شدن از این رژیم.